ریاست معارف ولایت کندز و اداره لیسه عالی شیرخان دانشجویان ممتاز و فارغین صنف 12 را مورد تقدیر و تشویق قرار دادند. بلکه به مناسبت فراغت دانشجویان صنف 12 در لیسه عالی شیرخان ولایت کندز برگزار شده بود که در آن دانشجویان ممتاز و فارغین صنف 12 مورد تقدیر مسئولین معارف قرار گرفتند. مولوی گل احمد معاون تدریسی ریاست معارف کندز در این محفل گفت که جوانان قشر بالنده جامعه اند و آنان باید نیروی کاریشان را برای کشور و تقویت پایه‌های دین اسلام به خرج دهند. او دغه ځوانان چې نن دا مجلس او دا محفل دو دوی د فراغت په مناسبت باندې نیول سوی، دوی ته دا توصیه کوو د یو خوږ مسلمان د ورور په صفت باندې، په سبا تاسو جامعې ته مخکې کیږئ. اول نیت و ارزو به مداوی چې مونږ به مسلمانانو ته خدمت کوو، مونږ به اسلام ته خدمت کوو. از سوی هم عبدالحفیظ کاکر عامر معارف شهری کندز نیز میگوید که در چند سال گذشته سیستم تعلیمی و تحصیلی کشور خیلی زیان دیده است که رخصتی های پی در پی به خاطر شیوع ویروس کرونا، جنگ ها و تغییر نظام نیز بر مشکلات بیشتر افزوده است. تیر دو کال تعلیمی سیستم زیاد زیان ولیده در کرونا متواتر رخصتی و او کندوز همدارنګ یو جنگی ولایت و چې د جګړې کرښې د ښار تر منځ را رسېدلې وې. همدا هم د دې باعث و چې تعلیمي سیستم ته ډېر ضرر ورسېږي. موږ په آینده کې پر همدې کار کوو چې زموږ د 12 ټولګي زده کوونکی باید هغه مضامین چې د لوستي وي په هغو کې کامله ناګاهي ولري. مولوی حیات الله یعقوبی مدیر لیسه شیرخان کندز نیز گفت که جوانان من حیث افراد تاثیرگذار جامعه اند که حکومت ها بالای آنان سرمایه گذاری می کنند. او از جوانان خواست تا راه تعلیم و تحصیل را ادامه دهند. شما من حیث افراد تاثیرگذار جامعه که حکومت ها بالای شما سرمایه گذاری می کنند، با چی هدفی؟ اول مسئولیت خود را بفهمین. مسئولیت من در قبال خود، در قبال جامعه، در قبال کشور من چی هست و حکومت ها که بالای من سرمایه گذاری می کنه به خاطر چی هست؟ شما به خاطر این تعلیم و تربیه میشین در اینجا ها، در مکان های تعلیمی که در سیاست های آینده کشور سهم بگیرین، یک سهم فعال داشته باشین. در همین حال عزیر یکی از دانشجویان ممتاز این لیسه میگوید که دانشجویان با تلاش و کوشش های خستگی ناپذیرشان در این شرایط حساس میتوانند دردهای سرزمینشان را التیام بخشند. ما اهل معارف همچون درمان کنندگان امراض اجتماعی در این درمانگاه میتونیم با درک نقش حساس و تاثیرگذار خود در جامعه و با ادای مسئولیت خود و با تلاش متعهدانه، مستمر و خستگی ناپذیر خود دردهای جامعه خود التیام بخشیده، جبیره بر زخمهای سرزمین خود بگذاریم. این در حال است پس از سقوط نظام در کشور تعداد زیادی از دانشجویان مکاتب و پوهنتون‌ها به گونه نگران آینده ایشان بودند. ظاهراً این روزها امیدواری‌های جوانان نسبت به آینده بیشتر شده است. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، کندز.